برلین محله موابیت در 200 متری وزارت کشور آلمان و یکی از مراکز دریافت تقاضای پناهندگی که توسط نهادهای منطقه‌ای اداره می‌شود. صف‌های طویلی از اوایل ماه اوت روزانه در مقابل این مرکز کشیده می‌شود و تشکیلات اداری به دلیل کمبود پرسنل و امکانات لازم برای مدیریت این وضعیت دچار مشکل شده است. انجیوهای محلی ضمن توزیع آب، غذا و لباس اقدام به ایجاد محلی برای نگهداری و بازی کودکان کردند. به میان بچه ها آمدم چون خودم مربی هستم و می توانم اینجا مفید باشم. به خانواده ها می گوییم که می توانند فرزندانشان را پیش ما بگذارند. مادرها می آیند و نگاهی به اینجا می اندازند. برخی از آنها بچه هایشان را به ما می سپارند و برخی دیگر خود با بچه ها می آیند. از خانواده ها خواسته شده برای دریافت برگه های شناسایی موقت چندین روز انتظار بکشند. سازمان های مردم نهاد یک مرکز پزشکی را دایر کرده اند که پزشکان داوطلب در آن فعالیت دارند. ما با همه نوع بیماری مواجهیم، اما به جرأت می گویم 97% از موارد به تأثیرات مهاجرت مربوط می شود. نظیر آسیب دیدگی پا، تاول، قارچ های پوستی در ناحیه پا که تا استخوان نفوذ کرده، زخم‌هایی که عفونی شده و غیره. ما بسیاری از عفونت‌های مزمن و گلودردها را معالجه می‌کنیم. بچه‌هایی به اینجا می‌آیند که در تب می‌سوزند. مواردی هم از کرم روده در میان بیماران کودک و بزرگسال در اینجا مورد درمان قرار گرفت. اینها رایج‌ترین موارد است. بسیاری از پناهجویان در کمپ‌های محلی و بدون امکانات لازم اسکان داده شده‌اند. دولت آلمان روز چهارشنبه با تصویب لایحه‌ای بودجه مناطقی که پذیرای موج بی سابقه مهاجران هستند را 2 برابر افزایش داد. اغلب مهاجران در اینجا از کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق یا ایران هستند. این خانواده از درعا در سوریه آمده اند و منتظر دریافت برگه‌های شناسایی خود هستند. پدر خانواده میگوید ما توسط قاچاقچیان توانستیم تا اینجا بیاییم. بسیار رنج کشیدیم. 1 ماه و 1 روز در راه بودیم. هنوز هیچ برگه‌ای دریافت نکرده ایم. 2-3 روز است که انتظار می‌کشیم. شاید فردا نوبتمان شود. ما خانواده ایمان را در جریان بمباران‌های دولت سوریه از دست دادیم. در بین همه اعضای خانواده فقط خانواده کوچک ما سالم ماندند. در سال جاری 45,000 نفر در پایتخت آلمان تقاضای پناهندگی کردند. در این تابلو نوشته تأکید شده که اسکان مهاجران باید رایگان صورت گیرد. بسیاری از خانواده ها شب را در پارک های برلین به صبح می رسانند.